به نام خدا هنرجیان عزیز سلام در این تدریس کوتاه قصد دارم شما رو با نمودار پیکر آزاد آشنا کنم به منظور بررسی تعادل اجسام لازم است ابتدا جسم را از محیط اطراف خود جدا نموده و نیروهای وارد را در راستاهای موجود نمایش دهیم که به این عمل ترسیم پیکر آزاد جسم گفته می شود بنابراین با استفاده از نمودار پیکره آزاد می توان مقدار و موقعیت نیروهای معلوم و مجهول را به سادگی نمایش داد. حالا با ترسیم نمودار پیکر آزاد این شکل میخوام شما را به صورت عینی با ترسیم نمودار پیکر آزاد آشنا کنم. برای ترسیم یک نمودار پیکره آزاد رعایت سه مرحله ضروری است مرحله یک ذره مورد نظر را از محیط جدا کرده و آن را با یک نقطه نشان می دهیم. مرحله دو بر روی ذره مشخص شده نیروهای موثر را نشان می دهیم. که این نیروها می نیروهای خارجی نیروهای وارد بر جسم یا اکسالعمل های تکیگایی باشند. مرحله سه، مقدار و جهت نیروهای معلوم را باید در کنار بردار آنها مشخص کرد. برای نشان دادن مقدار و جهت نیروهای مجهول از حروف مناسب استفاده می شود در حالت خاص چنانچه امتداد یک نیرو مشخص اما جهت آن نامشخص باشد می توان جهتی دلخواه را اختیار کرد که پس از حل در صورت مثبت بودن پاسخ جهت فرض شده سعی و در صورت منفی بودن جواب جهت فرضی ما و جهت واقعی نیرو در خلاف جهت فرض شده است.